آقای بنی صدر سلام عرض میکنم، وقت شما به خیر. در این جلسه ششم از جلساتی که در خدمت شما بودیم برای صحبت درباره کودتای خرداد 1360 خیلی متشکر هستم که این فرصت رو در اختیار شنوندگان ما میذارید در مورد واقعه بسیار مهمی که به نظر من هرچه بهش بیشتر بپردازیم کمه، به خاطر اینه که نقطه عطفی بود در به بیراه رفتن، به ضد انقلاب رفتن انقلاب. امروز تاریخ روز ما هست 18 مرداد ماه 1395 که برابر با 8 آگست 2016 هستش. اگر که موافق هستید میتونیم جلسه رو بدون مقدمه بیشتر شروع بکنیم. خواهش میکنم بفرمایید بنیسید. بله، عرض کنم که ما در ماه مهر هستیم. مهر 1359. بله، ماه اول جنگ. بله، در 22 مهر در کارنامه نوشتم که زمینگیر کردن از چراغ و انجام رسید. معنیش اینه که صدام که به عرفات گفته بود 4 روز تا 1 هفته کار ایران تمام است و 1000 نفر خبرنگار هم دعوت کرده بود در اهواز جشن پیروزی بگیرد، ناکام شد. بله، آقای خمینی که روزهای اول بسیار ترسان و نگران بود و دستور داد به مجلس که کار گروگان‌ها رو زود تمام کنند، حالا دیگه خیالش راحت شد. مجلسی هم که در بسیار کار گروگان‌ها رو زود تمام کنه شروع کرد به بسیار بزرگرسانی و ادعای این که نه، ما کارهای مهمتر در دستور مجلس هست. مثلا امروز باید توجه بکنه که برای کشوری که مورد تجاوز قرار میگیرد هیچ مهمتر از دفاع از خود نیست. اون زمان هم ما قطعات یدکی کم داشتیم، مهمات کم داشتیم و به لحاظ گروگانگیری در محاصره بودیم و توانایی خرید این تجهیزات را هم نداشتیم. پس واجب ترین، فوری ترین کار این مسئله نهاش کنم به شما گروگان ها بود. حالا تنهایی نبود که اینها مسئله رو عقب می انداختن، بلکه درست همزمان با اون تاریخی که معلوم شد در اون تاریخ در پاریس معامله پنهانی با گروه ریزان و روش بر سر به تأخیر انداختن آزادی گروگان ها تا بعد از انتخابات ریاست جمهوری انجام گرفته، دو تا اظهار نظر بسیار مهم داریم. اینها هرگاه تاریخ بخواهد اونطور که واقع شده نوشته بشود، این نسل های آینده و این دو جمله میباید تمام اهمیت رو بدهند از باب موجودیت کشور، استقلال ایران و آزادی حقوقمندی خودشون. اون دو جمله رو یکی به آقای رجایی گفته که نخست وزیر تشکر داشتن، یکی رو آقای هاشمی رفسنجانی که رئیس مجلس بوده. محتوای دو جمله یکیه. دو جمله میگوید ما اون اسلحه و قطعات یدکی امریکایی را نمیخواهیم. با توجه به اینکه تصریحات ما امریکایی بود و اون ها رو ما خریده بودیم، این دو تا مقام بگوین ما نمیخواهیم، خودی شما ببین معناش چه میشود. بله، عملا در واقع داره به دشمن میگوید که ما اسلحه برای جنگیدن نداریم و از هم نمیخواهیم از امریکا بگیریم. حالا این یه خیانت ساده بود؟ نه، درست در همون تاریخ 19 به تاریخ فرنگی 19 اکتبر تا 21 اکتبر 1980 اون معامله پنهانی با ستاد تبلیغاتی ریگان و بوش در پاریس بر سر به تأخیر انداختن آزادی گروگان ها تا انتخابات ریاست جمهوری که در نوامبر 1980 یعنی در همون ماه بعد در امریکا انجام می گرفت، این موافقت محرمانه بر این بود که این گروگان ها آزاد نشوند تا کارتر شکست بخورد و ریگان رئیس جمهور بشود. خب حالا به همزمان با اون معامله این دو مقام میگوین ما اسلحه امریکایی نمیخواییم و بعد در کتاب
اکتبر سرپرایز بود میشد که وقتی پیشنهاد ایران آمد در باب مسئله دروندان ها با تمام تعجب بودیم که درخواست اسلحه و قطعات یدکی که ایران خریده بود و امریکا توقیف کرده بود دیدیم نمیخوان با اینکه ما آماده بودیم در این زدیم یک کشور در جنگ مذاکره کننده طرف مقابل حاضر اسلحه رو بده طرفی که مذاکره میکنه نمیخواد اسلحه رو بگیره و همه معناش خیلی روشن و واضحه آقای گرد آقای نمیخواستن اسلحه به ایران داده بشود آقای بنی صدر واسه جوانان ایرانی اون معامله پنهانی رو با رئیسان بوش انجام داده بودن من در کارنامه همون روز انتخابات امریکا اینه یه مطلب در امریکا هم که آمدن برای اون کتاب مای تم پرستیج اونجا در مصاحبه ها اونطور در اون گفتگو با اعضای کمیسیون خارجی کنگره گفتم که اون زمان یعنی همون روز انتخابات ریاست جمهوری هنوز نتیجه آرا معین نشده دو تا اظهار نظر هست یکی از ناحیه آقای هاشمی رفسنجانی که میگوید که تاریخ خواهد گفت ایران سبب شد کارتر شکست بخورد و ریکان پیروز بشود خیلی روشن معناش یکی همون چی که من در کارنامه نوشتم حالا برای اینکه گفتگوی ما مستند باشه روزی کردم به کارنامه و پیدا کردم اون نکته رو در کارنامه از کنم به شما 13 آبان 1359 در اونجا اینطور گفتم بعد نشستم به مقداری در این زمین ها فکر کردم گذشته که ما را به اینجا رسنده است از نظر گذراندم دیدم 8 ماه پیشتر گفتم من نمیتوانم مسئولیت تغییر روانشناسی جامعه امریکایی را به خشونت و مداخل جویی بر عهده بگیرم یعنی رئیس‌جمهور با آنچه کرده این با آنچه کرده اند و کار را به اینجا رسانده اند جریانی است که امروز نتیجه خود را به بار می آورد در امریکا و گمان من این است که رئیس‌جمهور نه به عنوان جمهوری خواهد در برابر دموکرات بلکه به عنوان بیانگر تغییر روانشناسی جامعه امریکایی انتخاب می شود چند روز پیشتر به دوستان گفته بودم که تصمیم درباره دروغنها در زمانی و به صورت اتخاذ شده است که به سود کارتر محسر نخواهد شد بلکه به زیان او محسر خواهد شد من زمان می کنم این نظر من که مستند به تجربه طولانی من در روحیه و روانشناسی غربی ها به لحاظ اقامتم در آن جاها و مطالعه هم در این زمینه هاست روز اصاب در آمد پس این روز 13 آبان گفتم به این که چند روز پیش به دوستان گفتم که کاری انجام شده که نتیجهش این هست که کارتر شکست میخوره رئیسجمهور پیروز میشود این کار همین چیزی بود که بعد عنوان اکتبر سرپرایز پیدا کرد عرض کنم به شما در 9 آبان 59 یعنی 4 روز قبل از انتخابات ریاست جمهوری در امریکا نامه به آقای خمینی نوشتن و در اون نامه این نکات رو یادآور شدن کار گروگانه ها را از موضع قدرت حل نکردیم حالا باید از موضع ضعف حل کنیم این به یک نکته نکته دوم دولت پول ندارد از بانک مرکزی میگیرد و خرج میکند این مصیبتی که الان گرفتار شد بله بله اون ایران اون زمان گرفتار شد وقتی این حکومت آقای رجایی رو کار آمد بودجه رو افزایش داد و ما در محاصره اقتصادی بودیم پس به بانک مرکزی وجود کرد برای اینکه به سراغه از بگیره خرج کنه این مشکل از اون زمان تا امروز همچنان ادامه دارد حکومت آقای رجایی لایق نیست پرسیدم ازشون در کجای دنیا جهاد سازندگی و کمیته و سپاه درست می کنند بعد می گویند بیایید حکومت کنید باز درستم جنگ چریکی باید کرد اونجا این آقایان در کرمانشاه گفته بودند جنگ گفتن جنگ چریکی باید ساید گویند باید تانک داشت کسانی که ارتش و اقتصاد را ویران کردن و ایران را در کام یکی از بزرگترین خطرها انداختن در حالا در موضع متهم نشستن
و در کجای دنیا حکومت مشکل تلاش را به رئیس جمهوری در حال تصدی جنگ تحمیل می کنند. تحمیل ناسزاگویان نه به زور جلسه و یه گروهی بودن که آقای خمینی فرستاد که به اصطلاح رادیو تلویزیون رو از دست هیئت بگیری کنجل داشت با بیطرفی اداره میکرد و این آقای عبدالله نوری هم در رأس اون گروه بود که اینا جلسه به دست رفتن و به اصطلاح اون تصادف کردن رادیو تلویزیون. بله اینم حکومت ما قانونی ما بر طبق قانون اساسی و عمل آقای خمینی. بعد باز گفتم در کجا فرمانده را از جبه برای پاسخ گفتن به حرفای بیشتر و تر یک فرماندار عضو باند متلاشی کننده لشکر خوزستان به تهران میخواند، چون پسر ایشان تلفن کرد که برای کار لازمی من به تهران بیام. حالا که رفتم اونجا معلوم شد که فرماندار آبادان یکی از همون دسته این آقای درجی که اون لشکر خوزستان پاشنده بودن اونجا رفته و کارشناس نظامی شده و برایشون توضیحات داده که ارتش این کار باید میکرده نکرده، اون کار نباید میکرده کرده. و من رفتم اونجا و دیدم که این حرف رو میزنم، گفتم باید شما چه از نظام بلدی؟ من چه چه بلد نیست. گفتم خب از آقای خمینی پرسیدم، گفتم که شما یک کسی که تازه این اونجا محصل این بجاش باید زندان باشه، ارتش متلاشی کرده، قوای دشمن به پاک ایران آمده در برابرش ارتش متلاشی یافته، داره این آقا آمده میگه که این ارتش باید این کار میکرده و اون کار نمیکرده. مثل در این نامه با میپرسیدم در کجای دنیا همچی چیزی انجام شده؟ بله آقای بنی سعد، هر رو این دانستم که یک حکومت کارا جانشین حکومت آقای رجایی بشود و این که بهشون گفتم اگر هیچ خدمتی نکرده باشم ارتش پریشان و پراکنده و مأیوس و در دستش هرجمهش رو به سامان آوردم و امروز با توانایی از بدن دفاع میکنم. خب این نکات با اون توجه به اون چی که قبلا در این باره کودتا گفتیم بسیار روشن کرده. یک رئیس جمهوری داره جنگ داره میکنه، یک حکومتی داره بر ضد او کارشکنی میکنه و عملیات ایجاییش اندازه نداره. خاطره تا جایی که یه روز آقای منتظری میرفت صفحه و اونجا ایسار میشد نظامی اشخار نظر میکرد، یه روز این آقای فرماندار خوزستان، یه روز هم کیچه پاسدار، یه روز هم آینده مجلس، همینجور این عملیات ایجایی بود. نه البته مقدمات بود برای اینکه اینا طرح در کناری رئیس جمهوری از فرمانده کل قوا میخواستن همزمان با ریاست جمهوری رسیدن ریگان عملی کنن تا خودشون ارتش و نیروهای مسلح رو در اختیار بگیرن و راحت اون توافقی که با اونا کردن مثلا اسلحه بگیرن، همونجور که بعدا هم با تحقیق البته اون بس نشد، در خرداد 60 شد و اینا 8 سال با اسلحه که محرمانه می خریدن جنگ رو ادامه داد. بله عرض کنم شما در 21 به اصطلاح در بلخشی در 14 آبان 59 نامه دیگر رو آقای خمینی نوشتن، وضعیت جنگ رو برش توضیح دادم، انتخاب ریگان و از حالا دیگه ریگان انتخاب شده که 13 آبان انتخابات بوده، من 14 آبان با آقای خمینی از پیامدهای انتخاب ریگان رو برایشون توضیح دادم و این نامه رو خوب توجه بکنن شنوندگانی که از نسل امروز هستن و نسل‌های آینده، با توجه اونجه که شنیدن حالا متوجه میشوند که هیچ از در سیاست اولا اتفاق معنی ندارد و در سیاست یعنی تدبیر. درست در روز انتخابات ریاست جمهوری امریکا بعد از اون زمین چینی های که در همین نامه 9 آبان البته تو کارنامه خیلی بیشتر با تفصیل ازش صحبت کردم، در با وجود زمین گیر شدن ارتش عراق، ارتشی که عراق بود رئیس ستاق میگفت 4 روز ما به در برابرش نمیتونیم بیشتر دوام بیاریم، که با وجود اینکه بعدها
سران 8 کشور اسلامی آمدن در ایران و کار ارتش ایران رو معجزه خواندن، نه حماسه. با همه اینها، اینا در روز 13 آبان، روز انتخابات ریاست جمهوری، طرحی رو تو مجلس داشتن به امضا رسوندن و درخواست برکناری بنوشهر در فرمانده کل قوا. خب حالا موفق نشدن، موفق نشدن نه تنها به لحاظ اینکه افکار عمومی و مردم ایران هنوز زود بود برای اینکه اینا مهارش کنن، بلکه اصلا جبهه در وضعیتی نبود که اینها به خودشون اجازه بدن این کار انجام بدن. و خود نظامی ها به آقای خمینی حالی کردن که این بازی خطرناکه. اون آقا هم به این حال گفت که دست نگه داریم. به آقای خمینی نوشتن به این که این پیشنهاد هیچ از راه اتفاق نیست و این آقایان، یعنی همین که از زمندگان حزب جمهوری اسلامی، چون باور من نبود که خود او هم توی این ماجرای معامله پنهانی بوده، پس نوشتم این آقایان نه به راه می آیند نه دست از بازی هاشون بر می دارند و گفتم که پیروزی در جنگ رو به دست می آورند به شرط این که فقط کارشکنی در کار من نشدن. حالا این جا یک نکته هم هست که منابعه خودش مهمه. آقای صدام که معیوز شده بود حالا از پیروزی برقاسا، شروع کرد به جنایت، یعنی به موشک پرانی به شهرها، که یک دو تا موشک از اینها به دسپول خورده بود. من رفتم از اون محل موشک بازدید کردم و خب شعارهای خیلی تند می دادم، از جمله وضعیت آقای خمینی. خب این که وضعیت او بودن و یه چیز خیلی تحول چشمگیری بود در افکار عمومی مردم ایران، باقر اون مردم که در جبهه بودن، از بس که می دیدن این کارا انجام می دیده که هیچ با هیچ منطق جور نیست. اونجا بود که شعار می زدم بنوشهر موشک جواب و موشک، که من براش صحبت کردم، گفتم که این آقای صدام جنایت میکنه و شما مردم ایران و مردم عراق باید نفس بردر نفس با هم زندگی کنید. جواب جنایت جنایت نیست. اگه هاست من هم یک جنایت کار باشم و شما هم یک جنایت کار باشم، چرا به من رای دادید؟ خیلی به هیجان آمدن و عرض کنم به شما، اون هم من در این نامه به ایشون گفتم به این که باید مقدار زیاد بیشتر از همیشه مراقب بود از اون چه انجام میگیره و حق نیست. باید در 26 آبان 59 به آقای خمینی نامه نوشتم، گفتم به این که قرار ما این بود که این به ارتش حملات شبانه روزی تبلیغاتی و غیر تبلیغاتی انجام نگیره، به هر بهانه این مثلا گذات شهر شهر نبودن و واقعا شهر بودن بجان این نظامی ها میفتدن. و کار رئیس جمهوری این بود که این ارتش رو از حمله از پشت جبهه حفظ بکنه، که اینا روحیهشون نبازن و انضباط نظامی از دست نره، کار دفاع وطن معطل نمونه. ایشون نوشتن که آقایان از پشت جبهه گشودن و خواهان ادامه جنگ هستند. در 26 آبان 59 نوشتم خواهان ادامه جنگ هستند، اما نه برای پیروزی بلکه بردن ایران به شکست. والا نسل امروز از خودش بپرسه که چگونه این صحبت 26 آبان 59 در همین الان در این نزدیک بشه مسافر جام جهستر کشیدن آقای خمینی در سال 1367، یعنی 8 سال بعد دقیق اینان همون شده که در اون نامه آمده. البته بعد در اون بعد رو شدن افتضاح ایران گیت، آقای آلن کلارک وزیر دفاع خانم تاچر وزیر دفاع انگلستان در دادگاه گفت که جنگ در سود انگلستان بغرب بود، از باب ادامه ایجاد و ادامه شو فراهم کردیم در راه سلطن بازه، پس این باید ادامه پیدا میکرده. حالا عوامل بگیم اینا عوامل در شیاران آقای خمینی عوامل انگلستان بودن و
جنگ رو عامل ادامه جنگ شدن یا اینکه نه سود مشترک داشتن که نه بخواستن استبداد خودشون رو مستقر کنن نیاز رو جنگ داشتن، اونا رو میخواستن اثرات انقلاب ایران به کلی نه بگردد بلکه جا شده به دید حالت انقلاب، از اینجور خواهان ادامه جنگ بودن تا در اینها دو کشور بزرگ منطقه هم ضعیف بگردن. باز در نامه 29 آبان به آقای احمد خمینی نوشتن و این گفته بود که این بنیشت نامه ها رو نمیشه برای جبت در تاریخ و من به اون نامه نوشتم به دقیقا این برای جبت در تاریخ است و پرسیدم به این که یک اموری داره انجام میگیده، کارهایی داره انجام میگیده که ایران مثل سیر رسیده به دامان امریکا بیفته، این رو چگونه باید توضیح داد؟ دو، به ایشون نوشتم ایجاد خفقان، من دارم در مرسا از استقلال ایران دفاع میکنم، در این مرد باید از آزادی دفاع کنم و این جنگ ایران و عراق یک تجربه فوق العاده قیمتی است که نشون میدهد که دفاع از استقلال ملازمه دارد همیشه با دفاع از آزادی در درون. بدون که بعد از کودتای خرداد شد که این خفقان ایجاد کردن در درون، هشت سال جنگ رو ادامه دادن و جام زهر هم سر کشیدن و آخر هم این چیزی به اصطلاح گفتن ملت به دولت خیانت کرد. ملت به دولت خیانت کرد، بله. این نتیجه خفقان بود. اما در اون دوره که ما هنو حافظ آزادی های مردم بودیم، خود وجود جامعه آزاد دلت می شد که نیروهای مسلح اولا روحیه داشته باشن، ثانیا خود رو متکی به یک ملت بدانن و ثالثا طرف مقابل خودش رو با یک جامعه‌ای و با یک نیروهای مسلحی ببینه از نوع دیگر، از نوع انسان مستقل آزاد. این است که رفتارهایی هم که ما می کردیم با عراقی ها، یعنی ارتش عراق روشن می شد بر اونها که نه ما دست و جنگ و دستاویزی برای آدم کشی نمی دونیم بلکه بیشتر می خواهیم تسلیحات رو بزنیم و فرماندهی رو از کار بندازیم که طرف نتونه هجوم بیاره و می آسه تا فرصت دیر می آوردن خودشون رو تسلیم قوای ایران می کردن. بله. و این هم یک عامل مهم پیروزی ایران در اون جنگ بود، همش نظامی نبود، بخش مهمش خیلی نظامی بود. برای اینکه در نیبیشون نوستم ایجاد خفقان در این حوزه خطرناک است، کشوری که دستگاه قضایی سر کننده امنیت هاست، این کشور نمیتواند با متجاوز جنگ موفقی را انجام بدهد. بعد دلشه نوشتم شما چرا آتش بیار فاجعه بزرگ می شوید؟ زمان و تاریخ شما را مسئول خواهد شناخت به خاطر نگفتن حقایق به پدر خود. و از او خواستم که از آقای خمینی رو بخواهد یک پیام بیانیه در باره آزادی مطبوعات صادر کنه و تأکید کنه. متاسفانه اون آقا وارونه این کار رو کرد، البته دیرتر تمام روزنامه ها رو اصطلاح در قبل از کودتای خرداد 60 توقیف کردن، بعدم اون کودتای ننگین رو انجام دادن. و بالاخره در 30 آبان به آقای خمینی نوشتم اینجا دیگه به اصطلاح آقای صدام حالا آماده است که قوای خودش رو از ایران خارج کنه. نوشتم عراق حاضر است نیروهای خود را بیرون ببرد. بله. بعدی اینها یعنی همون داره دسته که همه مخیر می کردن سازش اونها کردن و آقای خمینی خبر ندارد، قرارشان بوده و هست که مرا از فرماندهی کل قوا و ریاست جمهوری بردارن. این دستی آبان گفتم آذر و سه ماه زمستان و سه ماه بهار میشه هفت ماه، هفت ماه بعد ایمان همینجا واقع شد. بله. و بعد ازشون نوشتم حمله به روزنامه میزان مربوط به آقای مهندس بازرگان و نهضت آزادی و به نقل از آقای موسوی اردبیلی که بعد نوبت انقلاب اسلامی نیست
زمین سازی برای فقران است. در همین زمان که عراق حاضر است، میگوید حاضر بوده گواهی خود را از ایران خارج کند، آقای بهشتی در دانشگاه میرود و سخنرانی میکند و در مقام اینکه توضیح قانون اساسی خب کدوم هست که توضیح میده برای اون دانشجویان، اصل طرح طرز عدل رئیس جمهوری. بله اینه. بعد هم وقتی که زمان کودتا رسید، اول خواستم از طریق دیوان کشور عمل کنم، دیوان کشور به اتفاق آرا رد کرد، بعد از طریق مجلس عمل کردن. بعد به آیشون گفتم این آقای قدسی اون وقت داستان اغلاق بود، این آقا جعل قانون هم میکرد، یعنی مقررات باز میکرد. نسو آقا این چیز رو کشوری ما داریم، مجلس داریم و قوه قضاییه داریم که قوه قضاییه کار قانونگذاری هم میکند و حالا از اون سرایت کرده به این آقای داستان انقلاب، ایشون هم قانونگذار شدن. و گفتم آقا این کشور رو که دارن سر کشور بیچاره رو میبرن و این کارا رو به زیر سایه سرکار میکنن، نگذارید این سر ایران رو ببرن. خب این توضیحاتی که عرض شد برای اون کامل میکنه توضیحات قبلی رو در باب اینکه ما در این تدریج که در جنگ ایران و عراق خشونش عرب می نشد، یعنی اون نیروی ما اونا رو عرب می نشد و ما نزدیک می شدیم به پایان جنگ، توطئه ها هم افزایش پیدا می کرد. اینا رو حالا دیگه اون شنوندگان می دونن در گفتگوهای قبلی شنیدن که چگونه این توطئه ها افزایش یافت درست در وقتی که قرار بود جواب هیئت عدم تعهد جواب موافقت عراق رو بیاورد جنگ خاتمه پیدا کنه، کودتا رو فرداد 60 واقع شد. اینا زمان ها خیلی گویاست، چند زمان هست، چند تاریخ هست، بسیار بسیار گویا. یکی همون که گفتم درست همزمان با اون معامله پنهانی در پاریس آقای هاشمی رفسنجانی و آقای رجایی میگن ما اصلاح امریکایی نمیخواد، درست روز انتخابات امریکا آقای رفسنجانی میگوید که تاریخ خواهد که ما میدان رو رئیس جمهور امریکا کرد. در همون روز رئیس جمهوری بنیسد در کارنامه می نویسد دیگه چند روز پیش به دوستانش گفته است که کار رو به ترتیب انجام دادن که کارتا شکست خود رو بگان هم بیرد. نه همزمان درست از روزی که در همین روز طرح عزل رئیس جمهور از فرماندهی کل قوا به مجلس می‌رود، یعنی در مجلس امضا می‌شود، درست همزمان با آمدن هیئت عدم تعهد به ایران در خرداد شست از بنیشت در فرماندهی کل قوا و اون طرح عزل رئیس جمهوری در مجلس. اینا همزمانی هاست به نسل اون روز و امروز و نسل‌های آینده می‌گوید اینکه یک طرح کودتای خزندی از زمان تقلب در انتخابات مجلس اول وارد عمل شده که اونجا آقای خمینی و آقای هاشمی رفسنجانی گفته بود، ایشون هم در نماز جمعه گفت، یعنی بعد از کودتای خرداد 60 البته گفت، گفت امام به ما گفتن شما برید مجلس رو در دست بگیرید. از اون زمان این طرح هم پا به پای معامله پنهانی با ریگان بوش در این حال با دو دستگاه تاچر و ریگان انجام گرفت و حاصلش کودتا در ایران شد و حاصل اون کودتا وضعیتش که امروز مردم ایران و کشور ما پیدا کرده است. حالا یک جعبی هم می شود که گفتن که من مماشات نکردم، اگر مماشات سیاست یعنی مماشات، اگر مماشات می کردم باز کنم این کار به اینجا نمی رسید. اینم در مناسبت بحث هایی که می کنیم یه بحثی کرده بودم که جواب این دروغ است. اول باید بگم که ما منتهای
به اصطلاح مباشات با آقای خمینی کردیم، در خلاف این که مسیحیت بیرون از حق عین فساده است. بله، همین تجربه به ما آموخت که همچه مسیحیت بیرون حق عین فساده است، چون از راه مسیحیت با ایشون فوق العاده ارمش که خرج دادیم، مجلس قلابی رو پذیرفتیم، نخست وزیر تحمیلی رو پذیرفتیم، که اگر نمی پذیرفتیم امروز می دانیم که بعض اینطور نمی شد که شد. این در اشتباهاتی که در کارنامه در خیانت به امید نوشتم، اونا هم برای این است که نسل‌های بعدی دست بگیرن. البته اشتباه از دید کسانی که روش تجربی دارن فرق می کنه با اشتباه از دید کسانی که روش دستوری به کار می برن. ما روش تجربی کار می بردیم، یعنی در تجربه تصحیح کردیم اشتباه رو، وگرنه ابعاد فاجعه فوق‌العاده میتونست عظیم باشه. پس که اگر اشتباه رو تصحیح نمی کردیم، یعنی میباید که به توقعات آقای خمینی همچنان گردن میگرد می نهادیم. الان دیگه یک اثری از اون انقلاب به عنوان اینکه اون انقلاب یه هدفهای دیگری می داشت و یک بدیل دیگری می داشت و نه، هیچ چی دیگه از اونا نبود، چون همه یک کاسه شده بودیم و دست ما در جنایات و خیانت و فساد به اصطلاح آلوده بود با بقیه. نه، اون تصحیح کردیم، کار رسید به جایی که آقای خمینی در خرداد 65 میلیون بگوید بله من میگویم نه، این پیروزی از کنم اون تجربه بود، تصحیح اشتباه و روش اطلاع موفقیتش نمایان شد و حالا معلوم است که اون سپایه استبداد تاریخی که دو پایش قبلا از بین رفته بود، این پایه سومی محکوم به فناش لحاظ به حکم همون تجربه موفقیت آمیز. به این جهت از که من اون زمان گفتم ما می رویم که بمانیم و شما می مانید که بروید. یک مسئله آخری هم هست، گفته شده دعوا سر قدرت بوده، دو طرف دعوای قدرت داشتن، یه طرف و یه طرف بر طرف دیگر غلبه کرده. این یک دروغ فوق‌العاده آشکاریست. ممکن اینو ما با اون توجه به دلایلی که مجلس به کار برده و همینطور ایستادگی ما بر استقلال و آزادی موضوع یک گفتگوی دیگری بکنیم، که مثلا نزاع بر سر قدرت تفاوتش با مثلا این یاروی وقتی یه طرف حق یه طرف زوره، این چه تفاوتی با هم دارد؟ به نظر بحث ما الان تمام، اگر یعنی شما میخواد اون مقابله مثلا اون بحث هم بکنیم، یا جلسه دیگه میتونیم به اون بحث اختصاص بدیم. ولا در حد یک گفتگو تازه خیلی تفصیل هم شد. بله، و تفصیلش هم به نظر من خیلی لازم بود و از این بابت من فوق‌العاده ممنون هستم. بله، متاسفانه تماس ما با آقای بنی‌صدر دچار اشکال شد تو این جلسه و صدای من رو متاسفانه اصلا مثل که نمی‌شنیدن در بسیاری موارد، چرا که چند تا توضیح رو می‌خواستم در جوف فرمایشات ایشون ذکر بکنم. مثلا در مورد آقای گریسیک ایشون ذکر کردند، گریسیک مشاور امنیتی رئیس جمهور امریکا بود آقای کارتر، که بعد در دوران جمهوری خواهان هم ابقا شد و ادامه داد به کارش. اون از کسانی هستش که کتاب به اصطلاح مسئله این اکتوبر سورپرایز رو راجبش نوشته و ذکر کرده. دیگه از کسی که اسم بردند، از آقای قرضی اسم بردند، منظورشون استاندار خوزستان بود در اون اول انقلاب و زمان جنگ، که ایشون نقش عمده‌ای داشت در از هم پاشیدن و از بین بردن ارتش ایران به خصوص نیروی زمینی در خوزستان، با زندانی کردن و اعدام کردن و شکنجه کردن افسران ارتش. در مورد مطلب بعدی در مورد استقلال و آزادی صحبت کردن، میبینیم که ظرف همین یک مطلبی که با ایشون صحبت کردیم، لزوم تقدم و تأخر قائل نشدن برای استقلال و آزادی رو در عمل میبینیم که چطور از ابتدای انقلاب تا به حال، وقتی که این به قول معروف تقدم بازی ها
تقدم سازی و تقدم بازی ها انجام شده، چه جور دودش به چشم مردم رفته. حالا خیلی مایل هستم که اگر که آقای بنی صدر هم موافقت بکنن در مورد روی حق با قدرت، همطور که اشاره هم شد، و اینی که متهم میکنن آقای بنی صدر رو به خاطر اینی که این جنگ قدرت بوده که آقای بنی صدر با آقای خمینی داشته. خب در این جنگ قدرت بنی صدر شکست خورده و خمینی پیروز شده. توجه جوانان عزیز رو جلب میکنم به این مطلب که الان که چند دهه میگذره از کودتای خرداد، کودتای 28 مرداد 1332، طرفداران پهلوی ها میگن که بعد کودتای انجام شد، ولی کودتایی بود که مصدق بر علیه اعلی حضرت همایونی، بر علیه شاه انجام داد اون کودتا رو. بله، متاسفانه تاریخ رو بایستی که اونجور که واقع شده نگاشت و دریافت و خواند، که متاسفانه در موقعی که یک کشوری تحت زور و ستم و استبداد و خفقان و سرکوب و سانسور هستش، اونطور که در زمان پهلوی بود و اونطور که در زمان ولایت مطلقه این یکی فقیه هستش، فقیه چه آقای خامنه‌ای چه آقای خمینی، تاریخ رو اونجوری که میل قدرت هستش رو نوشتن. الان متاسفانه یک عده‌ای انتقاد کردن از آقای بنی صدر که اگر چنانچه با آقای خمینی مماشات میکرد وضعیت بهتری بود، ولی ایشون بسیار راه میامد با خمینی و حتی در کتاب خیانت به امید هم این مماشات ها رو به عنوان اشتباهاتی که انجام شده در اون زمان ذکر کردن. ایشون در واقع منظور کسانی که این مماشات نکردن رو انتقادی میدونن به بنی صدر این هستش که ایشون رو میخواستن تدارکاتچی باشه برای آقای خمینی، میخواستن که آقای بنی صدر تدارکاتچی آقای خمینی باشه. در چی؟ در معامله بر سر گروگانها، ساخت و پاخت با قدرت امریکا، تدارکاتچی باشه آقای بنی صدر در ادامه جنگ، تدارکاتچی باشه در سرکوب ها، شکنجه ها، خفقان ها و جنایت ها و فسادی که عرض کنم که متاسفانه اون موقع شروع شد و تا حالا هم ادامه پیدا کرد. امیدواریم که این بحث رو ادامه بدیم و امیدواریم که کسانی که این بحث ها رو میشنوند در به سهم خودشون در انتشار این مطالب و اشاعه این خبرها همکاری بکنند، برای اینه که وجدان عمومی هر فرد ایرانی و وجدان عمومی افراد ایرانی و ملت ایران اگر که تقویت نشه با تقویت وجدان تاریخیش، وضعیت ما بهتر نخواهد شد. تا وقتی که ما تصمیم نگیریم که مردم سالار باشیم، ما تصمیم نگیریم که فرهنگ دموکراسی و مردم سالاری رو نداشته باشیم، کسانی که بر اریکه قدرت میشینن در کشورمون مسلماً از اینی که هست، از پهلوی ها و از فقهایی که ولایت دارن بر مردم به زعم خودشون، بهتر نخواهد شد. وقت شما خوش.